سلام خدمت شاگردای عزیزم، چه اونایی که شاگرد خودم هستن، چه اونایی که امروز به هر حال مهمان ما هستن در آموزشگاه هدف برای یادگیری مبحث ژنتیک. اکثر فکر کنم بچه‌ای که همین الان دارن این کلاس رو مشاهده میکنن شاگردای خودم هستن و میدونن که ما ژنتیک رو فکر کنم تو حدوداً تو بهمن ماه یا دی ماه دیگه باهاتون کار کردیم. امروز جلسه امروز ما میخوایم بررسی کنیم، دوره کنیم، مرور کنیم ژنتیکو. اما کجای ژنتیک رو میخوایم بررسی کنیم؟ دقت کنیم. در سال 1398 ترکیب مبحث گیاهی با ژنتیک دو سوال از سه سوال ژنتیک رو تشکیل داده. یعنی وقتی در کنکور سه سوال تر میشه از مبحث ژنتیک، در نظام جدید بچه سه تا سوال تر میشه. نظام قدیم 4 تا سوال تر میشد. در نظام جدید وقتی سه سوال ژنتیک داره تر میشه، دو تا سوال از این سه تا سوال خب مربوط به ترکیب مبحث گیاهی و ژنتیک میشه. حل میکنم بچه این دو سال واسه تون امروز تلاش میکنم حل کنم و اونهایی که تو کلاس بودن برها معجزه تدریس ژنتیک منو دیدن. امروز خیلی خوب میشه، مرور میشه و دقیقا به اون مرحله خواهم رسید که بهش میگیم تثبیت. البته اونایی که شاگرد من نبودن نگران نباشن، چون اونم از صفر این قضیه رو واسه تون باز میکنم. پس دو سال از سه سال ژنتیک در 1398 ترکیب گیاهی است با خود مبحث ژنتیک. در این جزوه امروز به بررسی ژنتیک با طعم گیاهی میپردازیم. خیلی از بچه ممکنه همین الان که دارم شروع کنم اینو خب یه دید منفی نسبت به این فصل داره. مثلا ممکنه بگه استاد این قسمتی که شما همین الان میخواهید با ما کار کنی خیلی سخته، اسمش فرض کن استاد هم ژنتیک هم هست هم گیاهیه، من یاد نمیگیرم. نه، ذهنیت رو باید عوض کنی. یعنی باید همین الان تلاش کنی با من وقتی دارم این مبحث رو درس میدم از مقدماتی ترین حالتی صحبت میکنم. بچه کلن دو سال از اون 6 تا سوال فقط برای حلش نیاز داری 6 تا قانون بلد باشی. جدا میگم من برای که دو سال از 3 سال ژنتیک رو بزنم فقط نیاز داشتم 6 تا قانون بلد باشم. شاگردهای کلاس من میتونن قوانین چیه؟ قوانین گیاهی تو ژنتیک. قانون یک چیه؟ قانون یک بعد یادت باشه این مواردی که من نام میبرم در گیاهان نره. یعنی چه نره؟ طراح کنکور هیچ وقت نمیگه در گیاه نر، یه سری ویژگی میگه که با شنیدن اون نام ها به گیاه نر فکر میکنید. گوش کن، اگه به شما در کنکور بگم میله، اگه به شما بگم پرچم، اگه به شما بگم بساک، کیسه گرده، حلقه سوم گل، دانش آموز من نیستی اگه فراموش کرده باشی اینا نر بودن. گوش کن، میله، پرچم، بساک، کیسه گرده و حلقه سوم گل نره. نرم باباست. پس بچه طراح کنکور برای اینکه صورت سوال ورودی سوال بشه مثلا اینجور سوال میده، میگه که در بساک گیاه ذرت، در پرچم گیاه ذرت، در حلقه سوم گل مثلا ذرت، یا مثلا برمیگرده میگه در میله یک لوبیا، در کیسه گرده جو یا چمن. پس یادت باشه هرگاه میله، پرچم، بساک، کیسه گرده، حلقه سوم گل در متن یک سوال ژنتیک بیاد، شما با پدیده گیاه نر کمون بابای تو آمیزش روبرو هستید. و البته میدونیم که گیاهان معمولاً دوئنن. اصلا چرا معمولاً دوئنن؟ خب ما گل مغربی 4 ان هم داریم، 4 ان 28، یا ما نوع گندم زراعی داریم که 6 ان، ولی معمولاً چند ان؟ 2 ان. پس جنس نر یادت باشه میگی معمولاً چند ان؟ 2 ان هستن. ممکنه بعد بچه‌ها من دارم درس بدم میگه استاد این جزوه رو من ندارم. آها راستی، این جزوه داخل کانال هدف و داخل کانال خودم هم هست، اینجا آدرس هم گذاشتم که میتونید برید ببینید. زیاد همین الان نیاز نداشتین جزوه رو داشته باشی، باید گوش کنید. پس قانون یک، در تست گیاهی میله، پرچم، بستا، کیسه گرده، حلقه سوم گل با حافظه زیبای شما ثبت میشه نره باباست. قانون دو، یادت باشه این موارد برای جنس ماده گیاهی. کدوم؟ اگه بگن بچه تختان، مادگی، خامه، اون خامه اون نیست که میای با هویج میخوری و با مربای هویج میخوری و با مربای آلبالو، با اصلا نه، خامه گوش کن، بچه
تختان، مادگی، خامه، کلاله. کلمی به نام پاراشیم خورش، خوشمزه است خورش. اوکی، تخمک، حلقه چهارم گل. اگه در یک مسئله ژنتیک اونها رو دیدی با جنس ماده سر و کار داری. ببینید ببینید، قبول میکنم یه جایی در زیست شناسی باید حفظ کنی و پس از حفظ کردن یک سری مطالب باید یاد بگیری اونها رو کاربردی استفاده کنی. تو این قسمت من با حفظ کردن چند تا واژه طرفم. دو تا شب بقیهش خیلی آسونه. کوش کن: بچه، تختان، مادگی، خامه، کلاله، پارانشیم خورش، تخمک، حلقه چهارم گل. اگه در یک مسئله ژنتیک ببینیم چه اسم ماده است، همه بچه‌ها بهت فرصت میدم اینو قشنگ تو ذهنت ثبت کنی. البته خود تو جزوه‌مون چون برات تایپ شده است به همین کیفیت دست تو میرسه، خب نوشته است. داره گیاه مادر رو معرفی میکنه. گیاه مادر میشه مامانی. مامان یک گیاه بچه و تختان و مادگی و خامه و کلاله و خورش و تخمک داره. و بابای یک گیاه میله، پرچم، بستا، کیسه کرده، حلقه سوم گل داره. گیاهان گفتم معمولاً چند انن؟ گیاهان معمولاً دو ان هستن. دوباره اونایی که شاید تازه به کلاس اضافه شدن یادتون باشه، گندم زراعی 6 ان هم داریم، گل مغربی 4 ان هم داریم و غیره. یعنی مواد استثنایی وجود داره، ولی خب معمولا این موادی که من نام بردم دو ان، گرچه ممکنه 4 ان یا 6 ان هم باشه. حالا یه دانش آموز اینجا سوال میپرسه، میگه استاد اینهایی که گفتی کجا هستن؟ ببینم. چی رو ببینی؟ میگه استاد ببینم. ببینم، من باید حتما ببینم متوجه بشم. خب این شکل کتاب دبیرستانتون رو گوش کن. این گل بچه گل آلبانی تو شکل کتاب دبیرستانتون یک گل دو جنس است. این یک گل چند جنس است؟ دو جنس است که برای گیاه آلبانی هم هست. ببین پرچم برای نره. پرچم بچه اینا گل داره دیدی فکر کنم دیدی اینجوری پرچم. خب پرچم یه قسمتی داره به نام میله، یه قسمتی داره به نام بستاک. اینو بهش میگم میله، اینو بهش میگم بستاک. بسته دیگه، اینو بگیم میله، اینو بهش میگم بستاک. بازم بهت بگم، اینو بهش میگم میله، اینو بهش میگم بستاک. پس میله، بستاک اجزای پرچم هستن. البته خود بستاک دارای کیسه گرده، چند عدد کیسه گرده است که حالا تو گیاهی صحبت میکنیم. کلن این چیزی که من اینجا هم مشخص کردم، یعنی میله، بستاک، پرچم، که گفتم بستاک کیسه گرده داره، بهش میگن حلقه سوم گل. حلقه سوم گل. پس حلقه سوم گل در یک گل دو جنسه وقتی ما نگاه میکنیم، میله، بستاک، پرچم و بستاک کیسه، اینا سمبول های نر هستن و معمولا چند انه؟ و معمولا دو ان هستن. حالا گوش کن، شما تو که اگه من بس رنگ عوض کنم، حالا رنگ مثلا قرمز استفاده کنم بهتره. گوش کن، اینو بهش میگن، اینجا رو بهش میگن کلاله. چی بهش میگن؟ کلاله. این قسمت بچه کلاله جایی که دانه گرده، حالا چسبندگی داره کلاله، دانه گرده روش میشین ها جلوتا صحبت می دانه گرده چی. بچه به این قسمت، به این بهش میگن چی؟ خامه. بهش میگن خامه. این قسمت که حالت کوزن پیدا میکنه به این میگن تختان. داخل تختان چی داریم؟ تخمک. و داخل تخمک سلول های وجود داره به نام سلول های پارانشیم خورش. بچه‌ها فکر کنم قرنطینه به من ساخته، خطم داره بهتر میشه. حالا اونایی که شاگرد من نیستن میگن چه پدیده بوده، خط خوبش اینه، خط بدش چی بوده؟ یه فاجعه است، خط عجیب غریبه. گوش کنید بچه‌ها، این قسمتایی که من اینجا نام بردم، یعنی اجزایی که اینجا نام بردم، اینا برای ماده بودن. کدوم ها ماده هستن؟ بگین تخمک، خورش، کلاله، خامه، تختان، که بهش بچه و مادگی میگن. اینها ماده، در واقع همون حلقه چندم گله، حلقه چهارم گله. و این گیاه ماده میتونه که معمولا چند ان هستش؟ دو ان هستش. تا اینجا سخت نبود. تو منظر هستی با من تکرار کن. من یه اجزایی میگم، بگو نره یا ماده است. اگه به شما بگم پرچم، پرچم چیه؟ نه. کیسه گرده؟ نه. تخمک؟ آفرین، ماده. خورش؟ ماده. بساک؟ نر. در واقع شما یه کاری که باید انجام بدیم، این قسمت و این اسامی که تو جزوه من هست اگه کاملا حفظ باشه، واقعا تست این قسمت آسونه، چون حل ژنتیک باور کنید کاری نداره. فقط من نگرانم که این موارد پایه رو از لیست گیاهی بلد نباشی. راستی استاد، آیا همه گیاهان گلش دو جنسه است؟ نه، کدو مثلا گلش تک جنسه است.
اوکی، ما حالا گل ممکن دو جنسه یا تک جنسه باشه، کاری نداره، اصلا نیازی هم اینجا ما تو مسئله بهش نداریم. خب ببینیم بالا، من اینو بزنم، بریم بالا. قانون 3 بچه‌ها، تا اینجا دو تا قانون گفتیم، یعنی گفتیم یک مواردی، چون بچه‌ها ممکنه من به من اشاره کنم، بعضی بچه‌ها ممکنه تازه اومده باشن، دارم ژنتیک گیاهی کار میکنم، 6 تا قانون دارم کار میکنم، پس از 6 تا قانون میرم تست کنکور رو میذارم، تست آزمون سنجش قلمچی گزینه دو، کلی تست گذاشتم میخوام واسه درک کنم. از اون 6 تا قانون، قانون یکی این بود که هرگاه کلمه میله، پرچم، بساک، کیسه گرده رو شنیدم بگم نره باباشه. قانون یک. قانون دو، هرگاه به من بگن چی؟ به من بگن تختان، تخمک، خورش، مادگی، خامه، بچه، حلقه چهارم گل، در مورد جنس ماده صحبت میکنه. دو تا قانون رو تموم شد. اما قانون سه چیه؟ قانون سه، گوش کن بچه، من رنگ مدلقم آبی هستن، نمیتونم از این آبی دل بکنم. قانون سه، اگر طراح حرفی درباره دانه گرده بزنه، اگه تو تست بگی دانه گرده رویشی زایشی، اگه بگی لولی گرده، اگه به شما بگه چی اسپر، اگه به شما بگه چی اسپر، اگه به شما بگه چی کامه نر، اسممو کامه نر فرقی نمیکنه، اینا کی هستن؟ ببین بچه، دانه گرده که در واقع اجزاش یه سلول رویشی یه سلول زایشی، چند تا سلول داره؟ خودش دو تا سلول داره، رویشی و زایشی. چون گیاهان، گوش کن، چون گیاهان معمولاً چند ان هستن؟ دو انن. چون گیاهان معمولاً دو ان هستن، معمولاً دو انن، به خاطر این دانه گرده رویشیش ان، زایشی ان، لولی گردم ان، یعنی تکلاده، یعنی یک مجموعه کروموزوم داره. توضیح میدیم ان بودن چقدر کمک میکنه، فعلا بدون تکلاد یا هاپلویده. اسپرم ان، نام دیگه اسپرم همون کامه نره. پس اگر طراح به من گفت دانه گرده، میگیم رویشی، زایشی، لوله گرده، اسپم، اسپم کامه نر، اگر از این کلمات استفاده کرد، بدون چی؟ بدونم که از نظر ژنمود نصف نر هستن، از نظر ژنمود نصف نر هستن. استاد یعنی چی؟ میگم اونایی که شاگرد من بودن همه دارن تو منزل به جون خودم میخندم، میدونم بعد این چه معجزه اتفاق میفته. توی که شاگرد من نیستین، وایس رو گوش میدی، اول واسه یک بیگانگی وجود داره. پس بیا با من تکرار کن، یعنی چکار کن؟ اول تکرار. یادت باشه دانه گرده رویشی و زایشی، لوله گرده اسپرم که بهش میگن کامه نر، اینها رو اگه تو تست دیدی نصف نره. یه بار دیگه، دانه گرده رویشی و زایشی، لوله گرده اسپر نصف نره، از نظر ژنمود، از نظر اون حروفی که ما واسهش میخوام ببینیم، انگار نصف نره. مثلا یه توضیح بشه بدم، مثلا فرض کن ژنمود همون ژنوتیپ دیگه، خب فرض کن بگن ژنمود یک پرچم، پرچم نره یا ماده است؟ استاد من همین رو فهمیدم، نره. خب ژنمود یک پرچم، آی بزرگ، آی کوچیک، بی کوچیک، بی کوچیک است. سوال باشه بگن این ژنمود پرچم اینجوریه، به شما بگن اسپرمش چیه؟ این بچه ها میدونی که خود پرچم، خب اینجا دوینه، دوینه از کجا؟ دوینه آی بزرگ، آی کوچیک، بی کوچیک، بی کوچیک. این که دو بار یه دونه حرف داره، یعنی از حرف آ دو تا داره، از حرف بی دو تا داره، یعنی خود چند انه؟ میدونیم خب دو انه دیگه، پس نشون دهنده اینه که دو انه. وقتی به شما میگن برو اسپرمش رو پیدا کن، تو باید بری نصف رو در نظر بگیری. مثلا اینجوری در نظر میگیری، این میخواد اسپرمش رو پیدا کنی، اسپرمش میشه آی بزرگ، دو شد میشه بی کوچیک، نصفش میکنی، میگه یه دونه از آها یه دونه آ میگیرم، از بام یه دونه ب میگیرم. یکی دیگه هم میشه گفت، چی میشه گفت؟ میتونیم بگیم نصف کنید، آ رو نصف کنید، بگیم یه آی کوچیک یه اسپرم میتونه اینجوری باشه و یه اسپرم میتونه آی کوچیک بی کوچیک باشه. اینهایی که شما اینجا نوشتید میتونن، اگه این برای پرچم باشه آی بزرگ، آی کوچیک، بی کوچیک، بی کوچیک، اینها میتونن اسپرم باشن، اینها میتونن ژنمود اسپرم باشه، میتونه ژنمود رویشی باشه، ژنمود زایشی باشه، ژنمود لوله گردن باشه، در واقع میشه گفت ژنمود دانه گردن میتونه باشه. پس هرگاه شما یک گیاه نرو حرفایی که داره تو ژنمودش نصف کنید و با این حالت اونا رو تقسیم کنید، به ژنمود دانه گرده رویشی و زایشی و لوله گرده و چیکار میکنید؟ اسپرم میرسید. حالا گوش کن، قانون 4 که رفتیم گفتیم میریم تست کار میکنیم، تا قانون 4 تعامل کنیم. اگه دیدی طراحی گفت تخزا، چی گفت؟ تخزا. تخزا بچه همون کامه ماده است، همون گامت ماده است.
اگه طراحی گفت تخسا، بچه‌ها بدونید خب گیاه معمولا چند ان دو ان، برنامه تخسا خب معلومه دیگه، نصف گامه نصف دیگه. اگر دیدی طراح گفت تخسا که معمولا چند ان ان، باید نصف مامانش رو حساب کنی، یعنی هر چی مامانش حرف داره نصف حروفش حساب کنی، ژن نمودش رو بگیری. ببین کی گفتم، یه لحظه وایسی. حالا بچه‌ها برای اینکه درک کنیم چه اتفاقی میفته، میریم تست کار میکنیم. ببین بچه‌ها تا اینجا شما شنونده خوبی بودین، حالا باید حل کننده خوبی بشی. گوش کن، حالا میریم در قالب یک تست این چهار قانون رو کاربردی کنیم و درک کنیم. تا اینجا من دنبال درک شما نبودم، من تا این لحظه داشتم به چالش میکشیدم ذهن شما رو برای اینکه یه سری موارد رو از لیست چندم 11 از فصل 8 یادآوری کنم، تو ژنتیک فصل 3 12 استفاده میخواست بشه. تو آزمون گفته اگر رویان یک دانه نخود، حالا بچه نخود بعد نیست بینید که دولت پس اینجا مهم من نیست، نخود رویان چیه؟ رویان زاده یک گیاست، یعنی حاصل آمیزش گیاه در اومد از زاده است. میگیم اگر رویان یک گیاه یکی از والدینش، یکی از این رویانه که زاده است، بچه رویان زاده گیاهه، بچه گیاه. ببین رویان بچه گیاه رو میخواد ایجاد کنه، دانرست و دانرست هم زاده گیاهان ایجاد میکنه. اگر رویان یک دانه نخود یکی از والدینش گیاهی با ژن نمود اینجوری در کلاله باشه. یه سوال دارم، کلاله نره یا ماده؟ این والده نره یا ماده است؟ کلاله داره. بچه ها من چت رو اگه بتونم ببینم، ببخشید من چت رو بزنم ببینم میتونم بپرسم از این لحظه. خب یه لحظه بچه ها، یه لحظه لطفا بچه ها چت نکنید، اگه چت بشه نمیشه تعدیس کرد. یه لحظه بچه ها کاری به گزینه ندارم. بچه ها کلاله نره یا ماده است؟ ماده است. باریکلا کلاله. خب بچه ها دیگه اوکی، دیگه اوکی بچه ها، ماده قبوله. دیدم که گفتی ماده است. خب بچه ها کلاله ماده است. کلاله قرار شد بچه ها قلم انتخاب کنم. اوکی میگیم کلاله همون ماده است، یعنی ماده چی شده؟ شده آی بزرگ، آی بزرگ، بی بزرگ، بی کوچیک، سی بزرگ، سی بزرگ. میگه اگر یکی از والدین گیاه که ماده است و کلاله، آی بزرگ، آی بزرگ، بی بزرگ، بی کوچیک، سی بزرگ، سی بزرگ است و والدی دیگر پرچم، پرچم نره یا ماده است؟ پرچم نره، پرچم نره. علی خزایی به بشاگرد قدیمی شکیبا خانم بچه‌مون همه هستن ماشاءالله، همه بچه‌های کلاس هم میشه نره. آفرین. بنابراین وقتی ما میگیم نره، خب از کجا فهمیدم؟ پرچم از خصلت نره. پرچم چی شد؟ آی بزرگ، آی کوچیک، بی بزرگ، بی بزرگ، سی بزرگ، سی کوچیک. ببین تو تست یک دارم واسه وقت میذارم، واسه انرژی میذارم. رویان زاده است. بچه چت نکنی گوش کنی. رویان زاده یه نخود، اگه یکی از والدینش کلاله چی شد؟ ماده. اگه ماده اینجوری باشه که من نوشتم، این باشه ماده، اگه ماده باشه و پرچم والدی دیگه، این والده چیه؟ نه، پرچمش این ژن نموده داشته باشه، کدام یک از موارد زیر نمیتواند رویشی باشه؟ کدوم یک از موارد؟ ایراد چطور میبندم؟ میگه کدوم یک از موارد زیر نمیتواند، بچه نمیتواندش قرنس کشتن با حوصله قشنگ آفرین، میگه نمیتواند رویشی باشد. حالا بچه این سوال دارم، رویشی چی بود؟ اگه من چرت و باز کنم بچه ها رو ببینیم، رویشی چی بود؟ نه، رویشی نصف نره، رویشی نر غلطه، درست بگو، نصف نره، رویشی نصف نره. یعنی چه نصف نره؟ گوش کن بچه ها، حالا گوش کنیم. ببین بچه ها، چون که گفته دنبال چی هستی؟ رویشی هستی؟ چون دنبال پیدا کردن رویشی هستی، باید نر رو نصف کنی. چی جوری نصف کنی؟ یه بار این کاری میکنی، گوش کن، اول آ رو میکنی مبنا، اینجوری میخونی. ببین بچه ها، ببخش من یه لحظه اینو پاک کنم، یک مورد رو خب رنگ قرمزم انتخاب کنم، یه لحظه بچه قلم رو گم کرد. خب ببخشید. خب آ رو میکنیم مبنا، اینجوری میگیم اول اوکی
آ رو با این میگیری؟ ببخش بچه یه لحظه ما قلممون مشکل اوکی بچه یک لحظه من در درگیر شدم با قلم خب اینو میبندم یک لحظه من فکر کنم مشکلی پیدا شد بچه یه لحظه من فایلم بسته شد واسه فایل بچه ها بیارم این فایلمون هست نمیدونم چرا اینجوریشو کانتینیو رو بزنیم ادامه بده شاید درست بشه خب درست شد زدیم درست شد یه لحظه داشت بچه ها یه لحظه عذرخواهی میکنم دنبال رویشی بودیم رویشی هم نصف نر بود فهمیده بودیم این نره پرچم نره اینجوری میکنیم میگیم آی بزرگ بی بزرگ میگیریم بعد امیدوارم این قرمز هم درست باشه بعد اینم بچه‌ها به این فور با چیکار می‌کنیم سی می‌گیریم بعد اون قرائت می‌کنیم بچه‌ها آ رو قرائت کنیم چی میشه یکیش میشه آی بزرگ بی بزرگ چی میشه سی بزرگ ولی میتونیم یه جور دیگه هم بگیریم اینجوری بگیریم نگاه کن با بی بگیریم آ رو ولی با سی کوچیک بگیریم بخونیم خب بچه‌ها من گفته بودم رویشی نصف نره بنابراین یه بار از آ یکی میگیرم از ب آ یکی میگیرم از سی آ یکی میگیرم حالا بچه‌ها اینی که نوشتم بخونیم اینی که اینجوری انجام دادم بالایی بالایی چی میشه آ بزرگ بی بزرگ میشه سی کوچیک حالا بچه‌ها رنگو عوض میکنم خب برای اینکه همه حالت رو تشریح کار کرده باشیم بچه‌ها با این آ کوچیک میگیریم آ رو با این میگیریم آ کوچیک با این میخونیم بگو آ کوچیک بی بزرگ چی میشه سی کوچیک و البته خب یکی دیگه هم میشه نوشت اون یکی حالت دیگه هم میتونه بگیم چی اینجوری بچه‌ها این آی کوچیک رو با بی بزرگ بگیری و میتونی با سی بزرگ هم بخونی بشه چی آی کوچیک بی بزرگ و سی بزرگ ببین تمام این مواردی که شما اینجا به دست آوردی اسمشون میشه رویشی اینا میتونن این چهار تا میتونن رویشی باشن میتونن زایشی باشن میتونن ژنمود اسپرم یا لوله گرده باشه چون نصف نر رو نوشتی حالا میگه کدوم یک از این مواردی که من اینجا گذاشتم چطور لازم بیام پایین میگه کدام یک از موارد زیر یعنی کدوم یک از این چهار گزینه نمیتونه اینها باشه خب بچه اینو شما میبینید یا نمیبینید حرف بزرگ داشته باشه بله استاد این میتونه باشه این که میتونه باشه آی بزرگ بی بزرگ سی کوچیک بله استاد گزینه 4 میتونه باشه آی کوچیک بی بزرگ سی بزرگ استاد چنین چیزی رو من نمیبینم میبینی؟ نه نمیبینم اصلا نمیبینم این چی بچه ها؟ آی کوچیک چی شد؟ بی بزرگ سی کوچیک استاد میگه نمیبینم اینم میشه گزینه 2 اما شما گزینه 3 رو نمیبینی توی این چهار تا نمیبینی که آی بزرگ بی کوچیک و سی بزرگ باشه متوجه شدی؟ خب طبق این کاری که ما کردیم تونستیم متوجه بشیم کدوم نمیتونه ژن‌نمود رویشی باشه یه بار دیگه مرور کنیم رویشی زایشی اسپر دانه گرده لوله گرده باید جنس نه رو از حرف از هر برنامه مثلا از آش یه حرف از بهاش یه حرف از سیاش یه حرف از دیاش یک هم نمیدونم تو انت اصلا فلان حروف بذاری یک حرف انتخاب میکنی و اصطلاحا میگن ژن‌نمودش نصف حروف نرو داره چی شد ژن‌نمود اینهایی که من نصف حروف نرو داره حالا بچه ها من بالا یک سوال پرسیدم حالا بچه من روش تشریحش اومدم کار کردم چون باید بلد باشین بچه ها چون یه وقتی بچه ها ممکنه در کنکور واسه شما سوالاتی بپرسن که شما مجبور بشید بچه ها دستمون خورد خیلی بد یه لحظه خب بچه ها تصویر اون کوچیک شد خیلی کوچیک شده میگن بچه ها شده میگن دهانی که بی خود باز شود اینجا فکرم دستی که بی خود زده شود بود خب من زدم اومد اینجا خب واسه میگم ابعادش رو بزرگ کنیم این دیگه خیلی دیگه بزرگ شد ببخشید من میخوام بیارم اینجا ببین بچه من کاری که کردم پیدا کردن روش تشریح اینا بود اما بچه ها دست سوال بالا یعنی اون سوالی که من بالا بود اگه یه وقتی حساب به صورت عددی ازت میپرسیدم میگفتن چند نوع اسپرم والد نر ایجاد میکنه تو سوال بالا مدل تشریحش این بود که من اینجوری اومدم نوشتم اما وقتی به شما تعداد بگه چند نوع اسپرم رو والد نر ایجاد میکنه خب دو سه چهار تا ایجاد میکنه میتونستی ننویسی و بگی 4 نوع از کجا میتونستم انجام بدم بچه والد نر چی بود
آی بزرگ، آی کوچیک، بی بزرگ، بی بزرگ، سی بزرگ، سی کوچیک. اگه به شما بگن چند نوع اسپر این والد نر ایجاد میکنه، در روش تشریحش میتونستی اینجوری بنویسی و مثل من نصف حروف رو بنویسی که تو چند تست بالایش رو تشریح حالتی که بعد نوشتن باشه استفاده میکنیم. اما اگه یه وقتی هم میخوای حساب کنی، حساب ریاضی هم میشه که چند نوع. بچه ها اگه بگن چند نوع اسپر این والد نر ایجاد میکنه، این کاره میکنی. ببین آی بزرگ آی کوچیک چند تا آ، چند حالت آ وجود داره؟ دو حالت آ وجود داره. بچه بی بزرگ بی بزرگ چند حالتی بی وجود داره؟ یه حالت دیگه فقط بی بزرگ وجود داره. سی بزرگ سی کوچیک، سی بزرگ سی کوچیک، سی بزرگ سی کوچیک، چند حالت سی وجود داره؟ دو حالت وجود داره. پس میتونستیم اینجوری اینها را با هم ضرب کنیم و بنویسی چهار نو. چهار نو چی وجود داره؟ اسپر. البته میشه گفت چهار نوع اسپرم، چهار نوع رویشی، چهار نوع زایشی، چهار نوع لوله گرده، چهار نوع دانه گرده رو میتونیم از این گیاه نر ما چیکار کنیم، انتظار داشته باشیم برای حساب کردنش. یا مثلا یه وقتی ممکنه به شما بگن گیاه والد ماده، والد ماده چند نوع تخصا ایجاد میکنه. بچه ماده چی بود تو مسئله ما؟ من بالا شرح کنم. آی بزرگ آی بزرگ، قبول داری؟ بی بزرگ بی کوچیک. دیگه چی بود؟ سی بزرگ سی بزرگ. اگه به شما بگن این چند نوع تخصا ایجاد میکنه، چند نوع تخصا ایجاد میکنه، همون کار انجام میتونستی بدی. خب روش بهش میگن روش یک و دو. یک و دو میزنیم، میگیم والد ماده رو نگاه میکنیم برای که بفهمی چند نوع تخصا ایجاد میکنه. میگیم آی بزرگ آی بزرگ یه حالته، فقط آی بزرگه. بی بزرگ بی بزرگ دو حالته و سی بزرگ سی بزرگ یک حالته. واضح است که ضرب اینها رو اگه با هم دیگه انجام میدی چند رو میشه؟ میشه دو نو. چند رو تخصا ایجاد میشه؟ دو نو تخصا ایجاد میشه. البته بچه در کنکور شما سوالات محاسباتی سال نمیاد، این سوالاتی نمیاد که شما مجبور بشید به حساب کردن. تو فصل ژنتیک سوال محاسباتی نمیاد، ولی من چند نموله واسه تون حل کردم که اگه به شما بخوان حساب کنید چند نوع اسپرم برای یک گیاه نر ایجاد میشه، از روش 2-1 استفاده میکنیم. یا چند نوع تخصا استفاده میشه از روش 2-1. روش 2-1 اینه که به حروف نگاه میکنیم، مثلا آی بزرگ آی بزرگ یک حالتی میشه یک، بی بزرگ بی کوچیک دو حالت دو، سی بزرگ سی بزرگ یک حالتی میشه یک. اینا ضرب هم میکنید. خب بچه من برای اینکه یکم بیشتر ما به هر حال اوکی بشیم، البته روش الان که شما توضیح دادم، یه نکته خاص بعد بگم. البته نکته خاصی که میخوام بگم اونقدرم خاصی، چون متاسفانه خوشبختانه من تو کلامم مجبور شدم چند لحظه قبل استفاده کنم. بچه من نمیدونم چرا فونتش بزرگ شد. خب اوکی، میخوام بچه اینو انجام بدم. نکته خاص اینه که بچه میدونیم گیاهان چند ان هستن؟ معمولا دولادن. دولا چند انه؟ دو انه. بچه گیاهان معمولا چند انه؟ دولاد یا دو انه. یک زایه است. دانه گرده که بچه گفتم دانه گرده دو تا سلول داره، یه سلول رویشی N، یه سلول زایشی N داره. فهمیدی؟ اوکی، پس یه بار گوش کن. گیاهان معمولا دو N و دانه گرده داره دو تا سلوله که معمولا رویشی N و معمولا هم زایشی چی شد؟ N خواهد. این دو سلول پس معمولا تکلاد هستن، یعنی هاپلوید ان هستن، ولی ژن نمودشون مشابه همه. بچه من رفتم از زیست 11 برای شما شکل یاخته دانه گرده را آوردم. بچه این شکل دانه گردی بالغ و ولد باشه، گویا تو تستا ممکنه شکل بدن دانه گردی بالغ. دانه گردی بالغ یه سلول هم این سلول این ولی بهش میگن، به میگن رویشی، به اون یکی میگن زایشی. یه لحظه گوش کن، فرض کن گیاه نر آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک باشه. اگه گیاه نر شما این باشه، اگه به شما بگن رویشی ها چی هستن، رویشی ها چی میشن؟ بچه چه تا باز کنم اینا، کسی میتونه بگه رویشی ها چی میشن؟ بچه رویشی ها چی میشن؟ نه رویشی ها چی میشن؟ میتونی بنویسید رویشی ها چی هستن؟ منتظرم. اگه این گیاه نر باشه، ژن نمود رویشی ها چی میشه؟ نه ژن نمودش چی میشه؟ یه حالت اینجوری میشه، میشه آی بزرگ. خب یه حالتش که بچه بگم قلم اوکی ببینم، یکی نمیشه آی بزرگ بی بزرگ. آفرین. در واقع اگه به شما بگن چی هستن، یه حالتش
میشه آی بزرگ، دی بزرگ که من دیدم که از بچه نوشت، و البته میتونه، میتونه چی باشه؟ آی بزرگ چی باشه؟ بی کوچیک باشه. اینا میتونن باشه، میتونه اینجوری باشه. این شد حالت بعدی، میتونه آی کوچیک بی بزرگ باشه، و حالت بعدیش هم میتونه آی کوچیک بی کوچیک باشه. در واقع، در واقع ما میتونیم بگیم رویشی‌ها، زایشی‌ها، اوکی، اسپرم‌ها یکی از این چهار حالت هستن. این بچه درسته، یعنی هر چهار حالت رو بعد میمیشه. حالا گوش کن، حالا گوش کن، پس اینا رویشی. حالا چی میخوام بگم؟ یه لحظه چت نکنیم. اگه این دانه گرده فرض کنیم مثلا رویشیش باشه آی کوچیک بی بزرگ، اگه این باشه آی کوچیک بی بزرگ، حتما هم باید زایشیش بشه آی کوچیک بی بزرگ. یعنی بچه در یک دانه گرده بالغ رویشی و زایشی از نظر ژنی بود مشابه هستن. یعنی اگه قرار شد این بشه آی کوچیک بی بزرگ، اونم میشه آی کوچیک بی بزرگ. یا مثلا اگه این میشد، اگه این میشد، مثلا اگه میشد آی کوچیک بی کوچیک، حتما اینم بعد میشد آی کوچیک بی کوچیک. پس یه بار دیگه، در دانه گرده چند تا سلول وجود داره؟ چند تا سلول؟ دوتا سلول. که این دوتا سلول، این دوتا سلول شبیه هم میشه از نظر ژنمون. فهمیدی؟ از نظر ژنمون شبیه هم میشه. مثلا اگر روی شی بشه آی کوچیک بی... دایره کشیدم آی کوچیک بی بزرگ، زایشی هم باید بشه آی کوچیک بی بزرگ. یا اگه رویشی من با مربع داش داریم، بچه با مربع علامت دارش میگه، چت نکنیم بچه ها دیگه. خب اگه رویشی بشه آی کوچیک بی کوچیک، دورش مربع کشیدم، زایشی هم حتما باید بشه آی کوچیک چی شد بی کوچیک باید بشه. یعنی از هم دیگه تبعیت میکنن. خب این چیزی بود که بچه باید بلد باشیم، یعنی ما جلوتر به مفاهیمش نیاز داریم. بریم جلوتر دیگه چه چیزایی برای خب بله اوکی. اما برسیم اینجا، ببین بچه‌ها، میریم نکته خاص دوم. خاص اول چی فهمیدیم؟ آقا این همه چت کردیم، فهمیدی خاص اول چی بود؟ من چهار تا قانون گفتم، یه خاص گفتم. خاص اول چهار تا قانونی که بلدیم، چهار تا قانونی باید مرور کنیم. اونهایی که داشتن تا حالا گوش می‌دادن. بچه‌ها تدریس آنلاین یه مشکل کوچیکی داره، اونم این که بچه‌ها توی کلاس وقتی درس میدن بچه‌ها اینقدر صحبت نمی‌کنن و واقعا همه سکوت می‌کنن، و استاد وقتی کسی مثلا شیطونی کنه، من عادت دارم اینجوری میزنم به میز. اما تو این کلاس ها متاسفانه بعضی ها فضای چت رو زیاد اشغال میکنن. از طرفی اگه فضای چت ما روشن باشه، کلاس پویاست، ولی زمانی که من دارم صحبت میکنم، یعنی تدریسی دارم انجام میدم، تا ازت نپرسیدن چیزی در فضای چت ننویسی، وگرنه خب مجموع میشه چت رو ببندی و این خیلی کیفیت رو میاره پایین، پویایی کلاس از بین میره. ببین بچه ها، برای اینکه به یک جمع‌بندی برسیم، فضای متشنج فضای چت رو کنترل کنیم، یادت باشه چهار تا قانون داشتیم. قانون یک، هرگاه در تست گیاهی به من بگه میله، پرچم، بساک، حلقه سوم چی شد؟ گل. اوکی؟ اینا رو بگه میگیم نره. هر وقت بگن تختان، تایپ شده، نگران نباشید، تو جزوه تایپ تختان، تخمک، خورش، کلاله، خامه، اوکی، مادگی، بچه، یا حلقه چهارم گل بگه، میگیم این گیاه، یک گیاه در مورد گیاه ماده صحبت میکنه. اگه به من بگه رویشی، زایشی، اگه به من بگه دانه گرده، اگه بگه اسپر، نصف نره، اگه به من بگه تخسا، نصف ماده رو حساب میکنیم. و یادمون باشه سلول دانه گرده دوتا سلول داره، یکی رویشی و یکی زایشی، که این دوتا معمولا ان هستن و از نظر ژن نمود از همدیگه تبعیت میکنن. مثلا اگه رویشی دانه گرده بشه آی کوچیک بی کوچیک سی کوچیک، زایشی و دانه میشه چی؟ آی کوچیک بی کوچیک سی کوچیک. اما خاص دوم، نکته خاص دوم چیه؟ خاص دوم گفتیم دیگه که میدونیم گیاهان معمولا چند ان هستن؟ دو ان هستن. بچه گیاه معمولا دو ان هستن. بچه گیاهان در بخش ماده، یعنی در قسمتی به نام تختان، در ماده، در بخش به نام شیشو تختان، در تخمک، خیلی مهمه، در تختان، در تخمک، یک کیسه رویانی ایجاد میکنن با کمک میوز و میتوز، کاری اصلا بهش نداره، کیسه ایجاد میکنن. کیسه رویانی 7 تا سلول داره. چند تا سلول؟ 7 تا. بچه‌ها میخوام با رنگ قرمز بهتون نشون بدم، دقت کن 7 تا چی ان. ببین بچه‌ها، اینجایی که من انجام میدم، یک دو سه چهار پنج شیش،
چند تا شو 6 تا، یعنی 3 تا تو این قطب وجود داره، 3 تا تو اون قطب وجود داره. بچه بیجا میگه کیسه رو، یعنی دقت کن، یک این وسط، اوکی، یک دو سه، یک دو سه. بچه به من میگه کیسه رو یعنی چند تا قطب، چند تا باز کنم بپرسن. بچه کیسه رویانی، خب زومش میکنم، باشه زوم میکنم. بچه کیسه رویانی چند تا سلول داره؟ بگین کیسه رویانی چند تا سلول داره؟ بگین. گفتم دیگه 7 تا. از این 7 تا یه بار دیگه برای اینکه بهتر متوجه بشین گوش کن. یک دو سه چهار پنج 6 تا سلول. 6 تا سلول، 3 تا تو قطب بالا، 3 تا تو قطب پایین، که البته یکی از اون سلول هایی که در قطب پایین قرار گرفته بهش میگن تخسا. اما یه سلول هم وسط وجود داره بهش میگن سلول چند هسته ای، دو هسته ای. بچه اگه میخوام درست‌تر بگیرم، چه کتاب واضح نیست خودش، اگه من بزرگتر بکشم، اگه کیسه رویانی بزرگ بکشم، کیسه رویانی 1 2 3 4 5 6، 6 تا سلول تک هسته‌ای وجود داره. 6 تا سلول، 6 تا تک هسته‌ای وجود داره. 3 تا در قطب بالا، 3 تا در قطب پایین. که بچه اینجا یک منفذی وجود داره، یک منفذ که بهش میگن سوف. به این سلولی که وسط قرار گرفته در قطب پایین بهش میگن تخسا یا بهش میگن گامت ماده. به این میگن تخسا یا گامت ماده. بچه این وسط کیسه یه سلول چند هستی وجود داره، انجام دادم. چند هستی؟ یه سلول دو هستی وجود داره. میبینیم بچه سلول چند هستی وجود داره؟ دو هسته. بهتون من سعی کردم دو هسته رو بکشم. سلول دو هستی. پس به این سلول بهش میگن دو هستی وجود داره. بچه کار دارم ها؟ کار دارم. یه لحظه. بچه کیسه رو چند تا سلول داره؟ چند تا سلول؟ 7 تا. در هر قطب چند تا سلول داره؟ بمیسین. تو چت حالا چت کنید. به من بگید. در هر قطب چند تا سلول وجود داره؟ 3 تا. اوکی. در قطب مجاور منفذ یا در قطب دور از منفذ، در کدوم قطب تخسا وجود داره؟ در کدوم قطب تخسا وجود داره؟ مجاور منفذ یا دور از منفذ؟ بچه ها تخسا اونجایی که مجاور منفذه، سلول وسط قطبی میشه تخسا. اوکی؟ اوکی. نه منفذ دیگه، علیرضا رستمی اشتباه میکنی ها. تخسا در مجاورت منفذه، تخسا در مجاورت منفذه، یادت باشه. حالا کاری نداره بچه دیگه، از این لحظه آخر نفذ زهرا بود. بعد دیگه کسی بچه علیرضا رستمی چت نکنی گوش کنی. کیسه رویانی چند تا سلول داره؟ 7 تا. چند تا قطب داره؟ 2 تا. هر قطب چند تا سلول داره؟ 3 تا. به سلول وسطی میگن دو هسته ای. تخسا کدوم یکی از اینه؟ تخسا اونی هست که در مجاورت منفذ در قطب سلول وسطی ها میگن تخسا. حالا موضوع چیه؟ چون گیاهان معمولا چی هستن؟ چون گیاهان معمولا دو ان هستن و اینها با میوز و میتوز ایجاد میشن، این میشه ان، اینم میشه ان، معمولا این میشه ان، اینم میشه ان، تخسا میشه ان. اوکی، تخسا میشه اینم میشه ان، تخسا میشه ان. در واقع ما میتونیم بگیم دو هستی چیه؟ دو هستی دو تا هسته ان، دو تا هسته ان. متوجه شدی؟ پس چند تا هسته وجود داره؟ 8 تا هسته وجود داره. چند تا سلول؟ 7 تا. اما چند تا هسته؟ 8 تا. اوکی، متوجه شدی؟ چند تا سلول؟ 7 تا. چند تا هسته؟ 8 تا. چون یکی از اینا دو تا هسته داره. ناگهان دو تا هسته داره. راستی هسته ها معمولا اینا. حالا یه سوال، اینم صحبت کردی، یه سوال بپرسم. گوش کنید. اگه گیاه 4n باشه مثل گل مغربی. خب به من بگی هر یک از سلول های قد چند n؟ اگه گیاه 4n باشه، آفرین. حالا بچه ها اگه گیاه 4N باشه، گوش کنید، اگه گیاه 4N باشه، دو هسته ای چند تا هسته داره؟ دو تا هسته چند N؟ 2N. دو تا هسته 2N خواهد داشت. قبول دارین؟ دو تا هسته 2N خواهد داشت. خب یه لحظه بچه ها فضای چت رو دارم میبندم، چت داره میری پایین، لطفا چت هم نفرستین. عالی بود بچه ها، لیلا خانم، زهرا خانم، عالی بود. یه لحظه چت نکنید، خواهش میکنم، تا من تمرکزم بشه رو کلاس. خب بریم پایین، موضوع چیه بچه ها؟ من اینجا کامل همه چیز رو نوشتم، بیا رنگم وای. خب
خب یه لحظه 150%. خب این قشنگ بزرگ کنم سفر رو، یه زوم دیگه هم برم، یه زوم دیگه هم میرم. خب یه زوم دیگه هم رفتیم. خب یه لحظه بچه من بیارم اینو واسه سفر بیارم پایین. خب رنگم انتخاب کنم، اصلا رنگ آبی خوبه، اصلا رنگای قرمز و سبز وحشی میشن. گوش کن، خاص دوم این بود که گیاهان معمولا دوئن هستن و همیشه کیسه رویانی 7 تا سلول داره. اوکی؟ که 6 عددشون تک هستی هن، یکی که وسط دو هستیه، که معمولا این 8 هسته تکلاد یا ان هستن. چرا معمولا تکلادن؟ چون مثلا اگه گیاه 4 ان باشه این هسته ها میشن 2 ان، یا اگه گیاه 6 ان باشه این هسته ها میشن 3 ان. یعنی چنین چیزایی ممکن اتفاق بیفته، ممکنه گیاه 6 ان باشه، ممکنه گیاه 4 ان باشه، که در این صورت اون هسته ها باشه. بعد اصطلاح میکنم 6 ان باشه میشه 3 ان. من یک لحظه بکنم قلمم رو درست کنم، اینو پاک کنم، اینو پاک میکنم، درستش رو بنویسم. خب اوکی، رنگ انتخاب کنم، 6N باشه چی میشه؟ میشه 6 3N میشه هسته. حالا من چون این همه که صحبت کردیم حرف زدیم، من میخوام تست این دوتا تست رو حل کنم. حالا ازتون میخوام جواب بدید. گوش کن، چت رو باز میکنم، جواب بدید. به نظر شما سال یک جواب کدوم گزینه میشه؟ اجازه میدم فکر کنید. سال یک کدوم گزینه میشه؟ گزینه چند؟ 3. الهه گفته 3. خزیه گفته 2. فائزه احمدیان گفته 3. یه عده میگن 2، یه عده میگن 3. در قبول دارین؟ یعنی یه عده 2 میگن، یه عده 3 میگن. صدف امین محبه، شاگرد خوب ما از همگامان. خب ریحانه نصیری میگه 3. خب یه لحظه وایسید. سانوس سوگن رک گفته نمیدونم، راضی هم ازت. معصومه برایمون هست، بله. خب بچه اجازه بدید من حلش کنم. بچه دیگه بسته دیگه، یا 2 یا 3 دیگه، حالا کدومه؟ اصلا شایش کدوم نمیشه. من حل کنم بچه، حل کنم بچه دیگه، چت نکنی من بتونم حل کنم. اجازه بدید حلش کنم دیگه، چت بسته. گوش کن، گیاه زیتون. بچه زیتون چند انه؟ خب ما میدونیم زیتون چند انه؟ 2 انه. خب میگه گیاه زیتون، بچه ها زیتون 2N46. زیتون مثل انسان از نظر کروموزوم. 2N چنده؟ 46. زیتون 2N46ه. کی گفته 6N؟ خب زیتون 2N چنده؟ 46. بچه ها انسان 46 تا کروموزوم داره. میدونی زای است انسان به طور طبیعی 46 کروموزوم داره، وگرنه ممکنه مثلا تریسومی 21 47 تا کروموزوم داشته باشه. من که 46 دارم، اکثر شما تو کلاس من دیدم مشکل بیماری نده، 46 کروموزوم داریم. جالب، زیتون مثل انسان از نظر تعداد کروموزوم مثل ما 2N46. زیتون که 2N46ه، در هسته های یاخته های موجود در دانه گرده رسیده. آهان، گفته هسته هاش، نگفته در یک هسته. بچه ها زیتون تو دانه گردهش یه هسته N داره برای رویشی، یه هسته N داره برای زایشی. نگفته در هر هستش ها، نگفته در هر هسته یاختش، گفته در هسته های یاخته هاش در یک دانه. کلا تو هسته هاش اگه ما حساب کنیم چند تا کروموزوم وجود داره؟ بچه تو هسته هاش باید جمع کنیم چند تا میشه؟ بچه 2N46ه، N چند میشه؟ N یکیش میشه 23، اون یکی هم N مساوی با چند میشه؟ N این هم میشه چند؟ 23. خب حالا گفته هسته هاش، تو هسته هاش کدوم گزینه رو باید انتخاب کنیم؟ بچه چند تا میشه تو هسته هاش اگه بگیم؟ در هسته هاش، در هسته های یاخته هاش اگه ما حساب کنیم، اوکی چند تا؟ اوکی. بعد بچه ما باید بگیم تو هسته هاش، اگه تو یک دانه، اگه تو هسته هاش همه رو با هم جمع کنیم، در مجموع گفته بچه در مجموع چند فامتن وجود داره؟ بچه جمع این دوتا چند میشه؟ میشه 46 تا. پس قسمت اول سوال، در هسته هاش راستی آخر گفته در مجموع چند فامتن، مجموع باید کنیم. خب مجموع N23 که برای زایشیه و N23 که برای رویشیه چند میشه؟ 46. پس تا اینجا یا جواب گزینه 2
یا جواب گزینه چیه؟ 4. متوجه شد؟ بس اونایی که گفتن گزینه، اونایی که گفتن گزینه 3 پرید، اونایی که گفتن آفرین سوگند جان راضی هم هستن. اول گفتم بلد نیستم، بعد گفتم چه راحت بود، راضی هم سوگند درست میگه. بقیه هم 2-3 گفتن. خب پس تا اینجا فهمیدیم اینه کیسه رویانی. بچه من کیسه رویانی رو با رنگ قرمز انجام بدم. کیسه رویانی، کیسه رویانی چند تا هسته داشت؟ 8. 8 تا هسته چی داشت؟ ان 2n46 بشه این چند میشه؟ 23. 8 ضرب در 23 چی میشه؟ آقا تو ریاضی فیزیک و شیمی ماشین حساب نزن، تو زیست ماشین حساب بزن. چقدر میشه؟ 8 ستا 24. 8 تا 16 تا با 2 تا میشه 184. جواب میشد گزینه 2. جواب میشد گزینه 2. چرا 8 تا؟ کیسه رویانی، کیسه رویانی مگه 8 تا هسته نداشت؟ مهرانا، من اون همه صحبت کردم، میگه چرا 8 تا؟ کیسه رویانی چند تا هسته داشت؟ مهرانا جان، کیسه رویانی چند تا هسته داشت؟ 8 تا دیگه. متوجه شدی؟ خب 8. ای با. اوکی. مشکل نداره. بله. خب فهمیدی؟ چون بچه باید حفظ باشی کیسه رویانی 8 هسته دارد و چون این گیاه 2n است انگار 8 تا n دارد که ضربش میشد 184 تا. پس من اینجا 46 به دست آوردم، 46 واسه این، 184 هم به دست آوردم واسه این، جواب میشد گزینه 2. متوجه شدی؟ خوب بود؟ خوب بود، یاد گرفتین؟ دست مریضا. خب خواهش میکنم. خب بچه یه سوال دارم، میتونی بعدی رو حل کنی؟ این همه به جای حالا جواب بدی. سوال 2 جواب چی میشه؟ 2. سوال دوم حل کنید، منتظر. 1 الهی 1. یکی میگه 4. 1 و 4. ام کیه؟ نمیدونه. هادی گفته عالی. هادی جان جواب بده قربونت برم. سوال 2 چی میشه؟ حل کنید، دست به مداد بشید. سمیرا خانم میگه 4. خب من انجام بدم. عریضه سمی 4. خب بچه قبول داری؟ یه ده میگن 1. خب حالا بچه من میخوام انجام بدم. خب 1 لحظه. ساکت. حالا میخوام انجام. بچه دیگه بسته دیگه. من فهمیدم یه عدد رو میگه 1، یه عدد رو میگه 4. خب بچه انجام بدم. میگه در گیاهی با عدد کروموزومی 4n40. بچه 4n مساوی با 40. میگه هر دانه گرده رسیده، هر دانه گرده، بچه ها دانه گرده رسیده چند تا سلولاش؟ 2 تا. مساوی بود رویشی به اضافه زایشی، رویشی به اضافه زایشی. اما نکته داره، گیاه 4n، دانه گرده نصفه این گیاه هست، تو باید دانه گردن رو نصف کنی. 4n دانه گردنش، رویشیش میشه چند n؟ 2n. زایشیش هم میشه چند n؟ 2n. بالا زیتون 2n بود، اینا شدن رویشی n، زایشی n. اما اینجا گیاه چند n؟ وقتی گیاهان 4n هند، رویشیش 2n، زایشیش 2n. حالا حساب کنی 2n چند میشه؟ بسه آسونه، 2 خواب 4n بشه 40، 2n میشه 20 به اضافه اون چی میشه؟ زایشی هم میشه 2n مساوی با چی شد؟ 20. خب اینا رو اگه با هم دیگه چیکار کنی؟ جمع کنی، کل کروموزوم ها چند تا میشه؟ 40 تا. پس فهمیدیم دانه گرده چند تا میشه؟ 40 تا. بچه دانه گرده رسیده یک گیاه 4n 40 تا چی داره؟ کروموزوم داره. قبول داری؟ پس جواب میشه یا گزینه 1 یا دسته به ترتیبه، یا گزینه 2. متوجه؟ یا گزینه 1 بچه، یا گزینه 1 بد بشه یا بد بشه گزینه 2، چون دانه گرده گفته. اوکی. راستی گفته هر سلول 2 هستی. بچه ببین 2 هستی. بچه سلول 2 هسته ای، سلول 2 هستی. گفته بودیم وقتی گیاهان 2n، 2 هسته ای 2n. اینجا بچه نکته. وقتی گیاهان چی هستن؟ 2n، 2 هسته ای 2n. حالا بچه اگه گیاه چند ام باشه؟ 4m باشه. نکته، دو هستی دوتا چیه؟ دوتا 2n. دوتا 2n چند میشه؟ 4n. 4n میشه چه؟ جواب میشه گزینه 1. متوجه شدی؟ بچه میتونی تو خونه بندیسید اگه دوست دارین یه نکته بگم بندیسید. 2
اوکی، میتونی بچه نکته رو بندیسی؟ دوستان یه نکته بگم بنویسی؟ خب چت نکنید، استاد حواسش پرت میشه، من پرت نمیشه، ولی بزنید نکته رو. بچه چت نکنید، بنویسید خود کاغذ خودکار بنویسید، بعد این جزوه پی دی اف اینجا وارد کنید. خب بنویسید نکته، بنویسید گیاهی که 4N است. بچه ها بنویسید گیاهی که 4N است، گیاهی که 4N است. اوکی، دو هسته ایش، دو هسته ایش به تعداد همان گیاه، دو هسته ایش به تعداد همان گیاه کروموزوم داره، کروموزوم داره، چون دو تا دو ان، چون دو تا دو تا دو ان اوکی هسته داره، دو تا دو ان هسته داره. اوکی بچه این تو دو ان هم همینا، اوکی تو دو ان هم همینه. میشه را وقتی یه گیاه دو ان است، دو هسته ایش تعداد کروموزومش به همون تعداده، دو تا ان میشه، انگار دو ان میشه. خب بچه یه سوال بپرسم، 6N60، یه سوال بپرسم، 6N60، یه سوال، یه سوال 6N باشه 60، میخوام جواب بدینا، 6N مساوی با 60، یه گیاه 6N60 به من بگید دو هسته ایش چند تا کروموزوم داره، دو هسته ایش چند تا کروموزوم داره؟ خب 60 تا. آف ساده است دیگه بچه ها، 2N دو هسته ایش میشه خودش، 4N میشه خودش، 6N هم میشه 60 تا. فکر کنم منظور منو متوجه شدید، درست شد؟ حله؟ البته ما بچه جلسه دوم واسه کلاس هم داریم که این جزوه رو میخونیم و جلسه بعدیمون دوباره تست های بیشتر بعد کار کنیم. خب من پاک میکنم، پاک میکنم. خب خب بچه تا اینجا چند تا قانون گفتم؟ اینم کی یادشه؟ تا اینجا چند تا قانون گفتم؟ چند تا قانون گفتم؟ چهار تا قانون گفتم. اوکی بچه، اما بچه چت رو میبندم، بچه از این لحظه که چت رو میبندم کسی تو رو خدا چت نکن، بچه چت رو میخوام ببندم، باشه؟ من برای خودم میبندم و دوستات استرس میگیرن. میخوام برم قانون پنج رو برم سراغ قانون پنج. قانون پنج ما چی میگه؟ قانون پنج میگه رویان چی بهش میگه بچه؟ اوکی یه لحظه من رنگ رو انتخاب کنم، رنگ مورد علاقه رو انتخاب کنم. خب بچه رویان، البته لبم بخشی از رویان ها، فرقی نمی کنه، میگیم رویان که البته میدونیم لبم بخشی از چی شد؟ رویان است. در واقع نینی گیاهان است. چی شد؟ بچه من یک لحظه نمیدونم چی شده که این پاک داره میکنه همی الان. خب اوکی یه بار گوش کنی، من فکر کنم یه کاری کردم. اوکی فکر کنم درست. خب بچه ها رویان داشتم میگفتم، داشتم نکته که اشاره میکردم این بجاب کنم پاک شد، اینو بمیسم. بچه ها رویان دیدم چی شد؟ پاک شد. رویان که البته لپه نیست، بخشی از رویانه، در واقع نینی گیاهانه. یه بار دیگه گوش کن ساده بگم بچه ها، قبول دارین که ما وقتی که میخواستیم برحال ایجاد بشیم اول از لقای اسپرم و تخمک، اوکی ما ایجاد شدیم، اول شدیم تخم چند ان دو ان، بعد دوران رویانی دوران جنین رو سپری کردیم، بعد به دنیا آمدیم، نوزاد شدیم، اومدیم بزرگ شدیم، حالا من شدم دارم تدریس میکنم. در مورد گیاهان هم همینه، گیاهان برای اینکه ایجاد بشن، بچه گیاه میخواد ایجاد بشه، اسپرم با تخسا چی شد؟ اسپرم و تخسا. اسپرم کامه چیه؟ اسپرم کامه نره، تخسا کامه چیه؟ ماده است. این دوتا با همدیگه لقا میدن. ببین اوکی اینا با همدیگه چی میدن؟ لقا میدن. خب کدوم شد؟ اسپرم و تخسا با هم چی میدن؟ لقا میدن. که وقتی این دوتا با همدیگه چیکار میکنن؟ لقا بدن. از این لقا چی ایجاد میشود؟ از این لقا سلول ایجاد میشود به نام سلول تخم. اوکی سلول ایجاد میشه بعد میشه سلول تخم. تخم چند انه؟ تخم یک سلول معمولا دو انه، چون اصولا اینا انن، خب تخم میشه چی؟ دو ان. پس برای اینکه یک گیاه ایجاد بشه اسم و تخسا با هم لقا میشن، میشن دو ان، که این دو انه بهش میگن تخم. تخم ایجاد رویان میکنه و این تخمه چی ایجاد میکنه؟ رویان ایجاد میکنه و این رویان بعد یه مدت میدونی که در حالت خفتگیه،
بعدی که دوران خفتگیش تموم شد تبدیل میشود به دانه رس، یعنی وقتی جوانه میزنه میشه دانه رس، یعنی همون دانه که تازه به هر حال میخواد ریشه میزنه، ساقه رویانی میزنه، بعد تبدیل میشه به گیاه. این گیاه بهش میگن زاده، بهش میگن زاده. خب یه لحظه بچه‌ها ببینیم بالا، ببینیم چه کار می‌خواستیم کنیم. ما تو قانون پنج یاد گرفتیم رویان در واقع نینی گیاهان است، همون جنین گیاهانه. چه جوری ایجاد میشه؟ گفتیم اسمه و تخسا با همدیگه چی میشن؟ ترکیب میشن، میشن تخم. و این تخمه میاد تقسیم میشه، بعدها ایجاد رویان میشه. رویان یک مدت در خفتگی به سر میبره، میشه دانوس. دانوس مثل نوزاد میمونه، دانوس کم کم بالغ میشه، میشه گیاه زاده. پس رویان و لپه که بخشی از رویانه، از نظر ژنمو ترکیب اسپرم و تخساست. وقتی اسپرم و تخسا با هم ترکیب میشن، میشن سلول تخ. سلول تخ بعد تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به چی؟ رویان. و این رویان یه مدت در خفتگی به سر میبره، مثل جنینی که تو شکم مادر یه مدت خفتگی، سپس شروع به رویش میکنه، بهش میگن دانه رست. همون انگار نوزاده، این دانه رست این نوزاد گیاه. بعد به یک مرحله میرسه میشه گیاه. گوش کن، چون گیاهان معمولا چندین هستن؟ دو این هستن. پس رویان هم معمولا چندین؟ معمولا دو این است. بچه من نمیدونم به چی دست دادم اینو پاک میکنم، فکر کنم از همکارا بعد اینو بپرسم. یه لحظه بچه وایسی، من از همکارا خواهش کنم ببینیم چی شده. یه لحظه بچه ها عذرخواهی میکنم. یه تیپ کنم، یه چیزی رو دست دادم، این تایپ من پاک داره میشه، نمیدونم چرا اینجوری شده. درسته بچه ها؟ خب اینو نه پاک کن، دیگاه کنید امیانا پاک نکن، فقط اینو. خب اما اوکی شد، امیدوارم پاک نشد. حل دیگه آره پاک کنم، یه لحظه نمیدونم چه اینجوش. ببخشید. خب بچه ها پشت صحنه به من کمک کردن، من یه لحظه یه توضیح به شما بدم قانون پنجاه. بچه اون لحظه من دیگم میبشم داشت پاک میشد، عذرخواهی میکنم. بله بله بچه عذرخواهی کنم. بچه قانون پنج یه بار دیگه مرور کنم چون اگر مشکل پیدا کرد. قانون پنج در مورد رویان بود، ماشین ساده بود، متأسفانه چیز ساده به گیش شدیم، یعنی اون مشکلش من با اون درگیر بودم. بچه رویان که البته لب هم بخشی از رویانه، چگونه ایجاد میشه؟ ترکیب اسپرم، ترکیب اسپرم به اضافه تخساست. اسپرم به اضافه تخسا وقتی با هم دیگه قاطی بشن، ترکیب بشن، یعنی لقا پیدا کنن، لقا پیدا کنن، میشن تخم. تخم چنده میشن؟ دو ان. بعد این تخم دو ان تقسیم میشه و با تقسیم خود چی ایجاد میکنه؟ رویان ایجاد میکنه. متوجه منظورم شدید؟ بچه رویان یا لپه از نظر ژنمو ترکیب چی بود؟ ترکیب اسپرم و تخساست. خب بچه اینو واسه من انجام میدین؟ خب بچه میخوام بپرسم، بنویسید بچه بلدی میگه رویان یا لپه ترکیب اسپرم و تخساست، معمولا چند انه؟ دو انه. معمولا دو انه. تا اینجا بچه حل مشکلی نیست، میخواستم متوجه شم چون این قطعی ها متاسفانه تأثیری رو یادگیری شما نذاشته باشه. بچه مشکل ندارین تو اینجا که بچه میدین رویان ترکیب اسپرم و تخساست دیگه. بچه عذرخواهی میکنم اگه مشکل پیدا کرد، بله فضای آنلاین مشکلات هم داره دیگه، حالا عذرخواهی میکنم که چنین اتفاق افتاد. خب داشتیم اینجا میگفتیم آقا یه تمرین گذاشتم، بریم تمرین حل کن، حالا این جواب بدید. حالا بچه نوبت چته، گوش کن. هم رویان حاصل از آمیزشه، گل مغربی 4N، گل مغربی چند N؟ 4N. بچه گل مغربی 4N بچه پاک میکنه. یک لحظه بچه من فکر کنم دوباره مشکلمون شد. من صدای لحظه میبندم، ببخشید دوباره مشکل ایجاد شده، پاک میکنه نوشتم. بچه یه لحظه بسید من کلا ببندم از اول بازش کنم، من از نظر من دیگه ببندیم بهتره. بچه من میبندم دوباره سیستم رو از اول میارم. خب ببندیم از اول. خب از دسکتاپمون انتخاب کنیم، امیدوارم که درست بشه. خب دیگه خودم دست به چیز شدم. خب نه بابا بچه تونستم. خب بچه نمیتونم. اوکی به ما گفته بودن که اوکی نمیشه. خب خدا شد موفق شدم. خودش خب قشنگم بزرگ شد، قشنگ میبینید دیگه، فول اسکرین فول اسکرین، کیفیت خفن،
من رد داده بودم بچه، مثل این پسره بود. خب بچه عذرخواهی میکنم، شرمنده شما برشه مثلا استرد کرد. خب بچه ها میخوام عرض کنیم، رویان به بچه کیفیت، رویان حاصل از آمیزش گل مغربی.